آقای ذوالنور، میشه گفت که دکتر مصدق و نزدیکانش در برآورد واکنش شرکت‌های بزرگ نفتی اشتباه می‌کردن، فکر می‌کردن که این شرکت‌های نفتی اگر انگلیس نخره نفت ایران رو خواهند آمد، ولی عملاً چنین نشد، برای اینکه معلوم شد که تمامی این شرکت‌ها دستشون در یک کاسه است. یکی این که آیا مصدق اینا آگاه بودن که اینا میان ایران رو تحریم اقتصادی میکنن، یه بحثه که آدم ممکنه نمیتونم من بگم که آیا مصدق میدونسته یا نمیدونسته. مسلمه منظور این است که در برآورد شرایط شما باید طوری واقع بینانه عمل کنی که بتونی حرکات بعدیت رو تنظیم کنی دیگه. این چنین بود؟ بله. ببینید، مصدق از نظر قانون بین‌المللی که وجود داشت تمام کارا رو به صراحت پیشبینی‌های لازم رو کرد و اونجایی هم که پیشبینی‌های نکرده بود رفت و قانون دادگاه بین‌المللی راه شورای امنیت اونجا حق به مصدق دادن. حتی قاضی انگلیسی که خب اینجا از اونم رأی به حقانیت دکتر مصدق داد. البته دولت انگلیس هم از تمام قدرتش استفاده کرد که جلوی این کار بگیره و طبیعی هم بود برای آمریکا هم که تا موقعی که دولت دموکرات‌ها سرکار بودن یه خورده بیشتر مراعات می‌کردن، ولی دولت جمهوری خواه که بودن اونا هم کاملا با انگلیس‌ها متحد شدن اینا. ولی آیا میشد جوری عمل کرد که مانع اتحاد آمریکا با انگلیس‌ها شد، یا جوری عمل کرد که از این تحریم نفتی ایران به یه شکلی پرهیز کرد و این رو دور زد؟ بله، تحریم نفتی ایران قانونی نبود. تحریم نفتی ایران بحث حقوقی چیزیه، اما بحث سیاسی چیزیه. یعنی موازنه قوا به یک راه میشد این کارو کرد که از قانون ملی شدن صنعت نفت چشم پوشی بشه. خب شما قبلا هم فهمیدین که پیشنهاد بانک جهانی ملی شدن صنعت نفت رو کنار میگذاشت. دولت کارگری بریتانیا ملی شدن صنعت نفت رو پذیرفت. بانک جهانی هم تاکید داشت که دو طرف در حالت جنگی بودن. بانک جهانی هم تاکید داشت که به عنوان نماینده بی‌طرف تولید نفت رو ادامه میده، فواید مالیش به دولت ایران هم میرسه، دولت ورشکسته نمیشه، اون اتفاقات بعدی پیش نمیاد. در طول این مدت دو طرف میتونن با هم مذاکره کنن، به توافق نهایی برسن. یعنی ملی شدن صنعت نفت وجود داشت. راجب لایحه 9 ماده خلعیت دو طرف باید توافق میکردن که این اتفاق نیفته. خب قرارداد اقتصادی رو کی باید ببنده؟ شرکت نفت ببنده؟ یعنی قانون شرکت نفت رو باید بذاره کنار؟ بله. یه قانون جدیدی با این ببنده برای دو سال دیگه. یعنی درست اون قانون اینجوری که مجلس تصویب کرده بود میباید بذاره کنار و این رو مصدق نمیتونه فکر کنه. بذارید من اینجا یه نکته رو عرض کنم برای روشن شدن. اون این بودش که پیشنهاد بانک جهانی یکی از شرایطش این بود که اون موافقت نامه ای که به تصویب میرسه به برای مدت دو سال، یعنی به طور موقت اجرا خواهد شد بدون هیچ گونه چجوری بگیم پرجوجه رو، بدون اینکه لطمه‌ای به منافع رویه هر یک از دو طرف بزنه بودش. یعنی یک پیشنهادی بود برای مدت دو سال، هدفش همینطور که ایشون گفتن این بود که منافع هیچ یک از دو طرف ضربه نبینه. بله. ولی سوال این است آقای نفت باید بتونن به بازار برگردونن. بله. آقای بایندور، ولی سوال این است که اگر در شرایط محمد مصدق بودید، آیا اعتماد میکردید به چنین سازوکاری، به خصوص که دکتر مصدق نمیتونست به آمریکا هم اتکا کنه، برای اینکه معلوم بود که آمریکا، یعنی در شرایط سیاسی اون وقت دکتر مصدق میتونست واقعا اعتماد کنه؟ متوجه سوالتون شدم. ببینین، اهمیت پیشنهاد بانک جهانی فقط این بود که جنبه موقتی داشت، نفت ایران رو به بازار برمیگردوند، پول میریخت در خزانه ایران، ولی لطمه‌ای به قانون ملی شدن نفت که اینقدر مورد علاقه مصدق و ملت ایران بود نمیزد. در این فاصله شما میتونستید صحبت بکنید، نتیجه بعد چی میشد روشن نبود. ولی من یه مطلب دیگه میخوام بگم. مصدق اون رو رد کرد، بعد از اون 3-4 پیشنهاد دیگه شد، در مجموع 7 پیشنهاد نفت. جمله پیشنهاد آیزنهاور، قبل از آیزنهاور پیشنهاد چرچیل و ترومن بود. 2 پیشنهاد چرچیل ترومن بود. وقتی که دولت ترومن بالاخره کنار رفت، یک ماه دولت انگلیس و ادمنستریشن جدید، یعنی دولت جدید آیزنهاور، نشستن با هم دیگه صحبت کردن، آخرین پیشنهاد رو
مصدقن. این آخرین پیشنهاد به گفته کارشناسان من جمله آقای روحانی که اون موقع دستش در کار بود، پیشنهاد خوبی بود. خوبی بود به این معنا، به این معنا که در اون شرایط شما دیگه بهتر از اون نمیتونستید پیدا کنید. اگر خواستید من توضیحش هم بدم که این پیشنهاد محتوا چی بود. Mosaddegh said, well, you know what we want. We want to manage our own industry. And but we are perfectly willing to employ, to keep your employees. We are perfectly willing to have an arrangement with you by which you will have all the oil that you need. But we cannot have you as a concessionaire. Right up to the last moment, Mosaddegh did not want the British employees to leave. And he did everything in his power to keep them by assuring to them that they would receive the same treatment, if not better, as far as salaries were concerned, accommodation was concerned, all the conditions of employment. He wanted to keep them quite sincerely, and he kept on saying to the British, let us keep your employees as our employees. They said no. قبل از اینکه به شما برگردیم جواب این رو از آقای ظلم، آیا چنین بود این پیشنهادها؟ پیشنهادهای مثبت و خوبی بودند؟ پیشنهادات مثبت از چه نقطه نظر؟ پیشنهادات مثبت من تا موقعی که باز خدمتتون عرض بکنم این مسئله، پیشنهاداتی که تا موقعی که دولت کارگری در بود انگلستان اینجور پیشنهادات بود، ولی دولت کارگری که از بین رفت، آقای ایدن که وزیر خارجه اینجا شد خودش می‌نویسه که این رو هم نقل قول کرده خود دکتر مصدق، این رو که در پاریس رفت 10 روز با آچوسن وزیر خارجه آمریکا صحبت کرد و اختلافاتشون رو با هم طرح می‌کردن. میگفت که گفت آمریکایی‌ها مایل هستن که اگر کمک بکنن به ایران، اگر کمک نکنن کمونیست میاد، مصدق نباشه کمونیست میاد. میگفت من پیشنهادی کردم، من راه حل پیدا کردم که اول آمریکایی‌ها رو شریک بکنیم در این چیز. حالی من حاضر نشد، گفت که در این شرایط صحیح نیست که من بیام شریک بشم. و در مورد دیگه گفتش که خب اینجوریه ما مصدق عوض بکنیم. یعنی منظورتون این است که حتی هم موقع که این پیشنهادات روی میز بود که میوردن از این طرح برای سرنگونی دکتر مصدق بود. و یه چیز دیگه هم بود در اون موقع. ببین اون موقع هنوز مجلس سر جاش بود و تعداد مخالفین مصدق هم بیشتر بود در مجلس 17. در مجلس 17 روزنامه‌ها آزاد بودن، همه روزنامه‌ها می‌نوشتن. کافی بود مصدق یک چنین چیزی بکنه و قبل از اینکه مصدق هم هر مذاکره رو شروع بکنه، مخالفین اول از همه شروع می‌کردن به حمله کردن به مصدق. یعنی منظورتون اینه که دکتر مصدق نگران این بود که به سازشکاری متهم شه؟ نه که به سازشکاری متهم بشه، یعنی این رو شروع می‌کردن به حمله کردن به مصدق که از کادر قانون حق نداری تجاوز بشی. به رأی عدم اعتماد. رأی عدم اعتماد. خب اجازه بدید. بنابراین دو مرتبه برمیگشت. مسئله نفت مسکوت میموند. قانون ملی شدن نفت اجرا نمیشد. میرفت تا یه مدتی که با مصدق این مسئولیت رو نتونست. بله به این بحث سیاسی میرسیم. اجازه بدید خانم اغنیا چه سوالی دارن؟ با توجه به اینکه هر دو معتقدین که هم منافع اقتصادی مطرح بود، هم منافع سیاسی اجتماعی مد نظر بود و اینکه خب فقط فشارهای خارجی نبود که رو مصدق بود، فشارهای داخلی مجلس مخالف و همه اینام بود، آیا مصدق کاری فراقانونی کرد در حالا انحلال اون مجلس یا برگزاری رفراندوم؟ بله. چون فکر میکنم که جزء اختیارات قانونیش بود. مجلس سنا تا اون موقع زمان تشکیل نشده بود، تا یه مدتی تا قبل از و مجلس سنایی هم که تشکیل شد یه مجلس سنایی بر اساس یه مجلس مؤسسانی بود که در زمان منصور یا قبل از منصور تشکیل شد و برای اینکه قدرتش رو زیاد بکنن، چون که در مجلس شورای ملی 2-3 مورد اتفاق افتاد که دیدن که اگر مصدق یا کسای مصدق به مجلس راه پیدا بکنن با تکیه به افکار عمومی کارهایی میکنن که زیاد مطابق ملیشون نیست. از این جهت اومدن یه مجلس مؤسسانی درست کردن، نصف مجلس سنا منصوب میشدن از طرف پادشاه، یعنی مجلسی بود که نمایندگان شاه بودن، نمایندگانش نصفش منصوب شده از طرف شاه بودن، نصف دیگه‌ش هم با یه سیستم دیگه انتخابات بود که اونم کسانی که قبلا وزیر بودن، وکیل بودن، یک و اعمال نفوذ میتونستن. اما انحلال مجلس 17 هم به خصوص زیاد راجع به صحبت میشه. بله من اینو بگم خدمتتون عرض کنم. بنابراین دورش هم دوره مجلس 2 سال بود، دوره اون 4 سال بود. مجلس شورای ملی اومد تفسیری نمیشه که وقتی مجلس شورای ملی 2 ساله اون نمیتونه 4 سال باشه. از اینجا مجلس سنا رو بستن. بله. در مورد مجلس 17 هم خود دکتر مصدق در مجالس پیشین که شرکت میکرد بر
نقش بسیار مهم قوه مقننه همیشه تاکید داشت و فکر میکرد که قوه مجریه دولت‌ها توجه نمی‌کنن به مجلس، به قوه مقننه. ولی خود ایشون وقتی رئیس قوه مجریه شد مجلس رو منحل کرد. شما فکر میکنید این در واقع قانونی بود؟ مجلس بر اساس رفراندوم منحل کرد. بله. بعد مسئله رفراندوم هم یک مسئله است در تمام کشورهای دموکراتیک وجود هم نداشته باشه بعضی وقتا به وجود میاد. شما فرض کنید در فرانسه رفراندوم وجود نداشت اصلا. رفراندوم به وجود اومد. حالا انگلیس نمیدونم که رفراندوم باشه یا نه، ولی در سوئیس اصلا همه چیز بر اساس رفراندوم. به این ترتیب شما فکر میکنید در حوزه اختیارات دکتر مصدق بود در چیز بود. من خدمتتون عرض کنم مخالف قانون اساسی نبود، چون در قانون اساسی تصریح شده که تمام قوا ناشی از ملت. بله. بنابراین وقتی ملت به یک چیزی رأی بده و اگر در اینجا وقتی این اختلافات بین دولت و مجلس به وجود میاد لااقل رفراندوم. بله. این سوالی است که بعد از آقای بایندور پرسید. آقای بایندور، آیا محمد مصدق چاره دیگه ای داشت غیر از انحلال مجلس؟ برای اینکه در مجلس خود مدارک وزارت خارجه انگلیس هم این رو نشون میده که خیلی از این نماینده ها به شکلی وارد شده بودند که خیلی قانونی نبود و بعد خیلی از اینها آروم آروم داشتن رشوه هایی می گرفتند و اینها ممکن بود ببرن مجلس رو به سمتی که دولت دکتر مصدق رو ساقط کنن و مصدق این رو نمیخواست. در این شرایط کار دیگه از دست محمد مصدق برای مجلس؟ شما صحبت از قانونیت میکنید، یک وقت صحبت از چرای قضیه میکنید. بله. اگر راجع به چرای رفراندوم میخوای صحبت بکنید، بله، در چارچوب اجاکس یکی از کارهایی که انجام میشد پرداخت رشوه به وکلای مجلس بود، به این قصد که آقای یک نماینده بود به نام علی زوهری، ایشون که اومده بود یک استیضاحی کرده بود و با دادن این رشوه ها امیدوار بودند که در این استیضاح دولت ساقط بشه و مصدق به این از این موضوع نگرانی داشت. بله. اما وقتی برمیگردید به مسئله قانونیتش، من نمیدونم نظرات ایشون بر چه اساسی است، ولی مجلس مؤسسان که در 1328 تشکیل شد اختیار انحلال مجلس رو به شاه داده بود. حالا این مجلس مؤسسان، این متمم قانون اساسی است، شما نمیتونید بگید برخلاف مطابق قانون اساسی مصدق اومده رفراندوم کرد. قانون اساسی به طور صریح میگه که اختیار با شاه. و به نظر بنده، البته اینجا وارد حیطه گمانزنی میشیم، من نمیخوام خیلی واردش بشم، اگر مصدق از شاه خواسته بود که مجلس رو منحل کنه، شاه در وضعی نبود که بگه نه. ولی من نمیخوام وارد این بحث بشم. بله. برای که نمیدونم جوابش رو. من مجبورم اینجا قطع کنم، معذرت میخوام. اصل مشروطه این بود که حکومت دست مردم باشه. در قانون اساسی مشروطه بر اساس قوانین مشروطه سلطنتی اروپایی بود. در سلطنت‌های اروپایی رئیس دولت، در همین انگلستان که ما این برنامه رو ضبط می‌کنیم، رئیس دولت در هر زمان می‌تونه مجلس رو منحل کنه. در ضمن وقتی که آقای مصدق اعلام کرد که این نظر رو داره، بلافاصله دو سوم از نمایندگان مجلس استعفا دادند. با استعفای نمایندگان مجلس دو سوم بیشتر از نیم، مجلس به صورت خود به خود اصلا منحل شده بود. چاره ای جز انحلال مجلس نبود. با این وجود مصدق باز برگشت به رفراندوم که نشون بده وابستگی خودش رو به رأی مردم. در یه جای دیگه شما فرمودید که مجلس سنا بر اساس خواست دولت منحل شد. حتی اگر بر اساس خواست دولت باشه، به وسیله دولت نبود. قانون اساسی باز این اجازه رو به مجلس. بله. شورای. بله. ملی میداد این. بله. کارو بکنه. اگه بحث مجلس سنا رو کنار بگذاریم، چون مهمتر مجلس شورای ملی دوره 17 بود، این برداشت ایشون درسته که در هر حال مجلسی که دو سوم اعضایش خودشون استفاده داده بودن عملا منحل شده بود و نمیشه دکتر مصدق رو متهم کرد به کار غیر قانونی یا کار غیر دموکراتیک. والا این که دو سوم اعضای مجلس استعفا دادند، این خودش نشونه این بود که اون توطئه هایی که وجود داشت برای دادن رشوه کارآمد نبود. ببینید، وقتی که بعد از قوام سلطنه در مجلس رأی تمایل داده شد به مصدق، در حدود
43-44 نفر رأی دادنش. معمولا در مجلس 17 حدود 25-6 نماینده مخالف مصدق بودند، در همین حدود موافقینش بودند و بقیه بر حسب اوضاع احوال ممکن بود وضع عقیدهشون رو عوض کنه.